به نام یاد خدا با عرض سلام به خبرهای ساعت ده شب از سلو خوش آمدید. سرخط خبرها: فساد گسترده در گمرک‌ها و مستوفیت‌ها. وزیر مالیه که به ولایت کندهار رفته است از فساد گسترده در گمرک‌ها و مستوفیت‌های این وزارت سخن می‌گوید. بعضی اشخاصی که از اخیر مردم افغانستان اونا برای خود جام جایداد جور کردن، از دار از اونا گرفتن، حق مردم افغانستان این به اکتفیز کردن. بنبست در طرح چارچوب نظارتی شوراهای ولایتی. شوراهای ولایتی و اداره مستقل ارگانهای محلی در طرح مشخص شدن چارچوب نظارتی این شوراها به بنبست رسیدند. او تر غنی شود و خواستهای ما در او تر گنجانده شود. بیرو رهبران سره لیدلی دی ټول موږ سره وعده کړي دي چې ملګري خو په عمل کې څنګه. نخستین عملیات مستقلانه نیروهای امنیتی افغان. وزارت امور داخله میگوید که نخستین عملیات ویژه مستقلانه نیروهای امنیتی افغان در ولایت‌های هلمند و کندهار آغاز شدند. به گونه مشترک و مستقلانه راه اندازی میشه به منظور پاکسازی نقاط آسیب پذیر ولایت هلمند و ولایت کندهار. و افغانستان قهرمان جام جهانی کرکت. ربات نیوزلندی که درباره قهرمان رقابت‌ها پیشگویی می‌کرد، پرچم افغانستان را به عنوان قهرمان جام جهانی برگزید. سمیر رساستون با مشروع خبرهای این ساعت. ریاست عمومی امنیت ملی سه مقام بلندپایه پلیس مرزی و امنیت ملی ولایت هرات را به تام پولشویی و فساد بازداشت کرده است. دفتر رسانه‌های ریاست عمومی امنیت ملی با تایید این خبر می‌گوید که رئیس ارکان زون 705 پلیس مرزی هرات در پیوند با این رویداد بازداشت شده است و معاون اپراتیفی ریاست امنیت ملی این ولایت نیز در پیوند با این رویداد زیر بازجویی است. وزیر مالیه از فساد گسترده در گمرک‌ها و مستوفیت‌های این وزارت سخن می‌گوید. وزیر مالیه که به ولایت کندهار رفته است می‌گوید اگر در درآمدهای حکومت به گونه درست در گمرک‌ها گردآوری شوند، حکومت می‌تواند تا 45% بودجه را از درآمدهای داخلی تمویل کند. این در حالی است که پیش از این اتهام‌های زیادی از وجود فساد و حیف و میل درآمدهای دولت در گمرک‌ها و مستوفیت‌ها به وزارت مالیه وارد شدند، چیزی که همواره از سوی مقام‌های پیشین وزارت رد شده است. وزیر مالیه در سفر به ولایت کندهار فساد گسترده اداری و حیف و میل درآمدهای دولت را در گمرک‌ها و مستوفیت‌ها علت نارسایی‌های مالی کنونی در کشور می‌داند. وی می‌گوید اگر این درآمدها به گونه شفاف گردآوری و به خزانه دولت بریزند، افغانستان قادر خواهد بود تا 45% بودجه‌اش را از این منابع تمویل کند. 45% عواید ما از مدرک گمرک‌ها می‌آید و دو مشکلات ما یقین دارم که شما خودتان با مراتب خوبتر میفهمید. بعضی زورمندان، بعضی اشخاصی که از اخیر مردم افغانستان اونا برای خود جام جایداد جور کردن، از دار از اونا گرفتن، حق مردم افغانستان را این به یک تبدیل سرکردن. وزیر مالی از اراده اش در باره فساد زدایی در گمرک های کشور سخن میگوید. کسایی که در مصرفیت و در دیگه ادارات وزارت مالیه کار درست و صادقانه کردن، با امانتداری کار کردن، بر از اونا مکافات و کسایی که اعتماد به نفس نداشتن و در بیت المال دستبرد کردن جای از اونا در وزارت مالیه نخواهد. وزیر مالیه در سفرش به کندهار ساختمان جدید مستوفیت این ولایت را که با هزینه 27 میلیون افغانی از بودجه توسعه این وزارت ساخته شده است نیز به بهره برداری سپرد. وزارت خارجه پاکستان گزارشات درباره راه اندازی عملیات های نظامی مشترک نیروهای افغان و پاکستانی را رد می کند. وزارت خارجه پاکستان در خبرنامه میگوید که وزیر داخله این کشور بر افزایش همکاری ها و هماهنگی میان افغانستان و پاکستان در پیکار مشترک به هراس افغانی خبر داده است. اما پیش از این گزارش های پخش شدند که وزیر داخله پاکستان گفته است نیروهای افغانستان و پاکستان عملیات های مشترک را در بخش های مرزی میان این دو کشور در برابر هراس افغانان راه اندازی کردند. این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با نشر خبرنامه از راه اندازی یک عملیات نظامیان پاکستانی در خاک افغانستان انتقاد کرده و این اقدام را تجاوز آشکار بر تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور خوانده است.
اما وزارت خارجه پاکستان این گفته های آقای کرزی را رد می کند. از سوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان نیز این گفته های آقای کرزی را رد می کند و می گوید به هیچ کشور اجازه داده نشده است تا در خاک این کشور عملیات نظامی انجام بدهد. شوراهای ولایتی و اداره مستقل ارگانهای محلی در طرح مشخص شدن چارچوب نظارتی این شوراها به بنبست رسیدند. شوراهای ولایتی این طرح را پذیرفتنی نمی‌دانند و امروز در یک راهپیمایی نزدیک به دو ساعت جاده های منتهی به فرودگاه حامد کرزی را در کابل بستند. در همین حال اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که نهاد از اعضای شوراهای ولایتی خواسته بود تا پیشنهادهایشان را برای گنجانیده شدن در طرح تازه به ارگانهای محلی بفرستند، اما شوراهای ولایتی پیش از فرستادن پیشنهادهایشان راهپیمایی کردند. نمایندگان شوراهای ولایتی پس از نپذیرفتن طرح اداره ارگانهای محلی برای مشخص شدن چارچوب حق نظارتی این شوراها در کابل راهپیمایی کردند. اعتراض کنندگان میگویند که تنها در صورت گنجانیده شدن پیشنهادهایشان در طرح حق نظارتی شوراهای ولایتی حاضر به پذیرفتن این طرح هستند. ډیر رهبران سره لیدلی دي، ټول موږ سره وعده کړي دي چې موږ ملګري خو په عمل کې څه نه کوي، نو موږ غواړو چې عملي یو فرمان ورکړي چې بیرته خپل حقوق موږ ترلاسه او تر غني شوه و خواستهای ما در او تر گنجانده شوه، چرا نه که او تر دوباره به پارلمان برگرده و جز قانون شوه. تمام وکلای مردم افغانستان تصمیم به میگرفتن که کاملا ما حق نظارت هم میخواهیم و اینا دادخواهی کردن. امیدوار هستم که زودتر بر اینا پاسخ داده شود. اعتراض کنندگان برای نزدیک به دو ساعت جاده هایی را که به فرودگاه کابل منتهی می شوند بروی رفت و آمد کنندگان بستند، چیزی که انتقاد جدی شهروندان کشور را برانگیخته است. هزاران موتر اینجا توقف است تا که تظاهرات که آمد چارایی را بند کرد. باید حق خود مستقیم رئیس جمهور بشینن صحبت بکنن. هیچ حق نداره کسی که رابسته کنه، باید حق خدا میخواد باید بشینه با مردم بشینه گپ بزنه صحبت بکنه. اما اداره مستقل ارگانهای محلی میگوید که آنان در انتظار پیشنهادهای شوراهای ولایتی برای غنی شدن طرح مشخص شدن حق نظارتی این شوراها هستند. توافق بر این بود که شوراهای محترم ولایتی پیشنهادات خود را در مورد طرحی که مورد توافق شوراهای ولایتی قرار گرفت برای ما کتبا روان کنند، ولی برای ما او پیشنهادات را تا نوز کتبن روان نکرده است. شوراهای ولایتی 15 روز پیش پس از آن دروازه های دفترهایشان را بستند که مجلس نمایندگان با تعدیل قانون شوراهای ولایتی حق نظارتی را از آنان سلب کرد. حکومت میگوید که با برگشتاندن این حق به شوراهای ولایتی در یک چارچوب مشخص تعهد دارد و قانون شوراهای ولایتی پس از پایان رخصتی های زمستانی شورای ملی دوباره تعدیل خواهد شد. افغانستان قهرمان جام جهانی کرکت خواهد شد. یک ربات در نیوزلند که قهرمان جام جهانی را از میان پرچم‌های 14 کشور در سال 2015 میلادی پیشگویی می‌کرد، پرچم افغانستان را با عنوان قهرمان جام جهانی کرکت برگزید. این ربات در ابتدا سه پرچم را از کشورهای افغانستان، ویستندیز و اسکاتلند انتخاب می‌کند و بعد از این از میان سه پرچم بیرق افغانستان را با عنوان قهرمان برمی‌گزیند. در راه این ربات میگد اگرچه معیار برنده شدن پیشگویی نیست، اما کرکت بازی چانس است و ممکن با پیشگویی این ربات افغانستان قهرمان جام جهانی کرکت شود. رقابت‌های کرکت جام جهانی پنجاوره بزرگترین رویداد کرکت در جهان است و افغانستان برای نخستین بار حضور در این رقابت‌ها را تجربه می‌کند. این رقابت‌ها با حضور 14 تیم برتر جهان در استرالیا برگزار می‌شوند و افغانستان در نخستین دیدارش 29 دلو در برابر بنگلادش به میدان می‌رود. نخستین عملیات ویژه مستقلانه نیروهای امنیتی افغان در ولایت‌های هلمند و کندهار آغاز شده است. وزارت امور داخله میگوید که این عملیات به گونه مشترک از سوی نیروهای امنیتی افغان به منظور سرکوب و پاکسازی بخش‌های آسیب‌پذیر از وجود هراس‌افگنان در بخش‌های شمالی ولایت هلمند راه اندازی شده است. در همین حال وزارت دفاع ملی میگوید که این عملیات به گونه گسترده آغاز شده است و همین اکنون در بخش‌های از ولایت هلمند ادامه دارد. این بار نظامیان افغان پاکسازی بخش‌های شمال هلمند و بخش‌های از ولایت کندهار را از وجود هراس افغانان هدف تعیین کردند. وزارت امور داخله میگوید که نخستین عملیات ویژه مشترک نظامیان افغان است که به تنهایی راه اندازی شده است.
برای امسال یکی از عملیات های بسیار مهم نیروهای امنیتی افغانستان است که به گونه مشترک و مستقلانه راه اندازی میشه به منظور پاکسازی نقاط آسیب پذیر ولایت هلمند و ولایت کندهار. گفته می شود که این عملیات از 3 روز بدین سو در ولسوالی های نادلی، سنگین و مساقله المند آغاز شده است و نیروهای امنیتی بخش از این ولسوالی ها را پاکسازی کردند. بر بنیاد گزارش ها در نتیجه این عملیات تا کنون شمار از شورشان کشته شدند و جنگ افزارهایشان به دست نیروهای افغان افتادند. وزارت دفاع ملی می گوید که این گونه عملیات ها در بخش های آسیب پذیر 13 ولایت دیگر راه اندازی خواهد شد. در کل افغانستان در هر جایی که تهدید باشه وزارت دفاع اونجا عملیات داره، مثل که شما نامشان بردن هلمند، کنر، غزنی، پکتیکا، هرات. هلمند از ولایت هایی است که سال گذشته حمله های گروهی شورشیان داخلی و خارجی را گوا بود و اکنون که فصل زمستان است فعالیت های هراس افکنان در این بخش ها کمتر شده است. از همین رو نیروهای امنیتی کشور می کشند تا این بخش ها را از وجود هراس افکنان پاکسازی کنند و شورشیان را از این بخش ها برانند. حضور گروه های زیر نام داعش در افغانستان به معنای جاگزین ساختن این گروه ها به جای طالبان و یا روی کار آوردن یک گروه تازه نفس تندرو در این کشور می تواند بود. شمار از آگاهان به این باورند که نشانه های داعش در بخش های از افغانستان خطر آفرین هستند و حکومت در هماهنگی با متحدان غربیش نباید در برابر این گروه بی‌پروا بماند. پیش از این رئیس جمهور غنی داعش را یک تهدید جهانی دانسته است و از کشورهای منطقه و جهان خواسته است تا برای نابودسازی گروه های هراس افغان بیشتر بسیج شوند. این در حالی است که مقام های سیاسی از مبدل شدن افغانستان به یک مخفیگاه داعش هشدار دادند. از سپیدی پرچم طالبان تا سیاهی بیرق داعش. چرا پرچم سپید رنگ طالبان رنگ سیاه می گیرد؟ نخستین نشانه های داعش را در افغانستان غزنی گواه بود. پس آنتر نشانه های این تندروترین گروه هراس افغان در ولایت های هلمند و فراه نیز دیده شدند. نشانه های داعش پرچم های سیاه و داشتن نقاب بر چهره هستند. در روزهای پسین این نشانه ها در ولایت های سرپل، پروان، کندز، هرات، فاریاب، ننگرهار و جوزجان نیز دیده شدند. گروه های داعش که قبلا در فراه گفتیم که تعداد گروه هایشان برای جذب تعلیم تربیه آمدن، اما الحمدلله فعلا تا به حال هیچ نوع انکشاف و پیشرفت در جلب جذب مردم نداشتند. یک تعداد گروه های طالبا بیرق سفید تبدیل کرده به بیرق سیاه، ولی کسی از بیرون نامده که اینا را دعوت کرده باشه، تشویق کرده باشه. داعش برای نخستین بار از عراق و سوریه سر بیرون آورد. خشونت های بی پیشینه و کارنامه های وحشتناک این گروه داعش را در کمترین زمان به حیث تندروترین و خشن کردارترین گروه شهره ساخت. دامنه فعالیت های احتمالی این گروه در افغانستان حتی مقام های CIA را نیز نگران ساخته است. پیش از این رئیس جمهور غنی در نشست امنیتی مونیخ داعش را یک تهدید جهانی دانست و از همه کشورهای منطقه و جهان خواست تا برای خشکانیدن ریشه این گروه ها و نیز برای آوردن فشار بر کشورها و حلقه های پشتیبان این گروه ها بسیج شوند. طالب یک ورژن قدیم است. امکان داره که واسه شود. برای سیناریو سازان منطقه و جهان بر از او یک ورژنی است که تقریبا به وقت زمانش از او کار گرفته شده، ولی به این ورژن باید اپدیت شود. به نام دیگه بیاید، این انگیزه هست، این کار است، ولی با شیوه دیگه. با سوم، نظر بیکاری افغانستان، داعش یک پول هنگفتی داره. طبق یک معلوماتی که ما گرفتیم یا از مطبوعات ما خبر داریم، حدود 5 میلیارد دلار سالانه عایدشان است. گیریم که 5 میلیون دلار هم از 5 میلیارد به افغانستان سرازیر شوه، خود به خود جبهات واژگون میشه، حالات شاید متغیر شوه. افغانستان مردمانش هنوز از شر گروه های هراس افغان دیگر نجات نیافتند و هنوز هم کشورمان در آتش نبردهای خشونتبار می سوزد. از همین رو مردمان کشور می خواهند دیگر اجازه دادن نشود که گروه های تندرو تهدیدها را در این کشور افزایش دهند. بخش بزرگی از کمک های جامعه جهانی به وزارت سعت آمه به جیب مشاوران می ریزد.
وزیر صحت عامه میگوید که این وزارت در حال حاضر 450 مشاور دارد و از 21% پول کمک های جامعه جانی بیشتر آن برای حقوق این مشاوران هزینه می شود. وزیر صحت عامه در گفتگوی با ترونیوز میگوید بخش بزرگی از جمعیت کشور به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند و هیچ شفاخانه‌ای در کشور معیاری نیست. با گفته وی شهروندان کشور برای درمان همساله در حدود 300 میلیون دلار به شفاخانه های کشورهای دیگر می پردازند. با گذشت 13 سال و سرازیر شدن میلیاردها دلار پول به افغانستان، هنوز هم نیمی از مردمان کشور به خدمات بهداشتی دسترسی ندارند. وزیر صحت عامه در گفتگوی ویژه با تلونیوز میگوید که تنها 6% بودجه این وزارت از سوی حکومت پرداخته می شود. بیش از 70% این بودجه از سوی مردم پرداخته می شود و 21% آن از کمک های جامعه جهانی. و بخش بزرگ این پول ها برای معاش مشاوران هزینه می شود. قسمت اعظم این پول با وجودی که مثلا غیر مؤثر استفاده میشه، تضاعف یا دوگانگی موجود است، باید از این جلوگیری شود و قسمت اعظم پول در پرداخت معاشات مشاورین به اصطلاح مصرف میشه. یعنی در حدود بیش از 400-450 مشاور در وزارت صحت عامه افغانستان موجود است. وزیر صحت عامه میگوید که نبود شفاخانه های معیاری در کشور سبب شده است که هر سال شمار بزرگی از مردمان کشور برای درمان به کشورهای همسایه بروند و پول هنگفتی از کشور بیرون شود. این مقام حکومت میگوید که برنامه در دست است تا با ایجاد یک شفاخانه معیاری تخصصی از سوی دولت و بخش خصوصی تا 2 سال آینده دست کم از بیرون رفتن نیمی از این پولها جلوگیری شود. خدمات غیر معیاری شفاخانه هاست. از این لحاظ است که اکثریت مردم افغانستان به خاطر دریافت خدمات سی و کشورهای همسایه میره و سالانه در بیشتر در حدود یا بیشتر از 300 میلیون دلار پول افغان در جیب همسایه ها به خاطر دریافت خدمات سی میره. وزیر صحت عامه میگوید که در 3 ماه نخست تلاش خواهد کرد تا بخش های عاجل شفاخانه ها را به گونه معیاری سازماندهی کند. در 3 ماه اول تعهد ما به مردم افغانستان است که ما وضعیت شعبات عاجل شفاخانه شهر کابل تغییر بدیم. کار از سریعا شروع کردیم به خاطر از اینکه شعبات عاجلش شعبات امکانات محدود داره، امکانات کم است، جایشان بسیار تنگ است، مریض مراجعش بسیار زیاد است. وزیر صحت عامه میگوید که این وزارت بررسی هایی را آغاز کرده است تا نیازهای بهداشتی مردم را شناسایی نماید. ساخت مرکزهای بهداشتی و شفاخانه ها، گسترش مراکز بهداشتی در بخش های دوردست، نظامند شدن شفاخانه های خصوصی و مبارزه با ورود داروهای قاچاقی کم کیفیت در اولویت های کار وزیر صحت عامه تازه قرار دارند. تا لحظات دیگر، راه اندازی جشنواره چراغ شارجه در امارات متحده عربی. ادامه خبرها. جشنواره چراغ شارجه در امارات متحده عربی راه اندازی شد. برگزار کنندگان این جشنواره با ترکیب نور و موسیقی طرح‌های جالب سه‌بعدی را در 14 بخش طراحی کردند. این جشنواره توجه شمار زیادی را به خود جلب کرده است. این جشنواره در 5 ماه روان میلادی آغاز شد و قرار است به روز جمعه پایان یابد. برگزار کنندگان این جشنواره تاریخ و فرهنگ عرب همانند بازار ادویه و واحه های صحرایی، فانوس های سرخ رنگ چینی و ساختمان های سنتی و نیز برج ایفل پاریس را با نورافگنی روی دیوارهای امارت شارجه طراحی کردند تا توجه شمار زیاد را به این جشنواره جلب کنند. هدف از این طرح دعوت کردن از تمامی مردم، جوان، پیر، مردم کشورها و طبقات اجتماعی گوناگون است تا برای 3 ساعت در هر شب به تماشای آن بنشینند. این جشنواره بازدید کنندگان را سخت شگفتی زده کرده است. هر نمونه از دیگر متفاوت است. نمونه های تزئین اسلامی ویژگی های خود را دارند و بی‌نظیر هستند. طراحانی از شمار زیادی از کشورها به شمول ایران، لبنان و فرانسه برای برگزاری این جشنواره دعوت شدند. دو خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در مصر با ضمانت از بندها شدند.
دادگاه در مصر به روز پنجشنبه دستور داد که باهر محمد و محمد فهمی خبرنگاران شبکه الجزیره تا آغاز محاکمه دوباره آنان در 23 ماه روان میلادی در برابر سپردن ضمانت آزاد شوند. این دو خبرنگار به اتهام تبلیغات نادرست در برابر مصر و پخش گزارش‌های زیان‌آور به امنیت این کشور در ماه دسامبر سال 2013 میلادی بازداشت شدند و تاکنون در زندان به سر بردند. تا لحظات دیگر، انتقاد از نبود شفافیت در قرارداد مس عینک. ادامه خبرها، یک نهاد غیر حکومتی وزارت معدن را در بهره برداری از معدن مس عینک به بی‌پروایی متهم می‌کند. مسئولان نهاد آرزوی سبز برای افغانستان میگوید که به دلیل فساد و نبود شفافیت در قرارداد مس عینک، افغانستان از چندین سال بدین سو نتوانسته است از این معدن برای رشد اقتصادش استفاده کند. نهاد آرزوی سبز برای افغانستان استخراج مس عینک را فرصت مناسب برای رشد و توسعه اقتصاد افغانستان می داند و وزارت معدن را در بهره‌گیری از این فرصت به ناکامی و بی‌پروایی متهم می سازد. نبود ظرفیت در عقد قراردادها، در نظارت و نبودن اشراف کامل و لازم در بخش‌های مختلف حقوقی، مالی، در بخش‌های تکنیکی، فرض کنیم جیولوژی، در بخش‌های معدنکاری و روش‌های مختلف از او، در این بخش‌ها ما ضعف داشتیم. در این حال پژوهشگری که روی معدن مس عینک لوگر پژوهش کرده است میگوید حکومت افغانستان به گونه لازم از این معدن بهره‌گیری نکرده است. دولت افغانستان در یک وابستگی کامل اقتصادی قرار دارد و این وابستگی اقتصادی وابستگی استقلال سیاسی افغانستان را نقض میکنه و اصلا حرف زدن از استقلال سیاسی در چنین موردی حرف بی‌معنا و ادعای میانتویی است. کار پروژه استخراج معدن مس عینک لوگر که به شرکت چینی MCC داده شده است، هم اکنون به علت اختلافات در قرارداد این معدن میان شرکت چینی و حکومت افغانستان متوقف مانده است. نبود شفافیت در قرارداد و ملی نشدن تعهدهای شرکت چینی از علتهای اصلی توقف کار معدن مس عینک گفته می شود. در همین حال رئیس جمهور غنی از معدن مس عینک لوگر دیدار کرد. رئیس جمهور در دیدارش از این معدن بر بهبود روابط چین و افغانستان اشاره نمود و تاکید می‌ورزد که این روابط باید بیشتر تقویت شود. از توجهتان به خبرهای این ساعت تشکر می‌کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.